سرخط خبرها. شکایت ارمنستان از دخالت نظامی ترکیه در جنگ قره‌باغ. اردوغان خواهان عقب نشینی کامل نیروهای ارمنستان شد. اعتراض به برخورد قضایی با اهل قلم. کانون نویسندگان ایران میگوید حبس متهمان در زمانه کرونا فرستادن آنها به قربانگاه است. جنجال بر سر انتقاد روزنامه کیهان از آیت الله سیستانی. عالی ترین مقام های عراق از این مرجع شیعه حمایت کردند. و سریع ترین راننده ویلچر برقی جهان. وقتی بیماری حریف امید به زندگی نمی شود. سلام و عصر بخیر. در پی درگیری‌های شدید در منطقه قره‌باغ که ده‌ها کشته به جا گذاشته، ارمنستان ترکیه را به حمایت نظامی مستقیم از آذربایجان متهم کرده. ارمنستان می‌گوید که ترکیه تعدادی کارشناس نظامی، هواپیما و پهپاد در این منطقه مستقر کرده، اما آذربایجان این خبر را تکذیب کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعتی پیش از ارمنستان خواست همه نیروهایش را از قره‌باغ بیرون بکشد. در حالی که نگرانی از یک جنگ تمام عیار وجود دارد، روسیه، ایران، آمریکا و دبیرکل سازمان ملل خواهان توقف فوری درگیری‌ها شدند. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. سرودهای رزمی می‌خوانند. رهبران ارمنستان جوانان را برای مبارزه با جمهوری آذربایجان بسیج کردند. در 48 ساعت گذشته که درگیری دو طرف در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ شروع شده، ده‌ها نفر کشته شدند. اما امروز کسی به فکر تلفات این جنگ نیست. ما برای دفاع از سربازانمون و تقویت روحیه اونها عازم جبهه‌های جنگ هستیم و همیشه آماده جنگ تا آخرین نفسیم. ما آماده ایم هر کاری بکنیم که ترک‌ها نتونن به ما لطمه بزنند. اما تب جنگی در آذربایجان هم بالاست. رهبران این کشور نشستی فوق‌العاده برگزار و طرف مقابل را به شروع جنگ متهم کردند. باید بگم که این تهاجم ارمنستان برنامه ریزی شده بود. اطلاعات ما نشان میده که اونا مدت‌ها خودشون رو برای این جنگ آماده می‌کردند. ارمنستان هم طرف مقابل را متهم می‌کند. هیچ کس نمی‌داند کدام طرف راست می‌گوید. اما دیگر فرقی ندارد. رهبران دو طرف مشهای گره کرده خود را به هم نشان دادند و حرف از وظیفه مقدس و دفاع مقدس می زنند. برای قدرت نمایی هر کدام ویدیوهایی از حمله به نیروهای طرف مقابل منتشر کردند. این ویدیو را آذربایجان بیرون داده که می گوید نشان می دهد تانک های ارمنستان را منهدم کرده. این هم متقابلا ویدیویی است که ارمنستان از منهدم کردن تانک های آذربایجان منتشر کرده. اما این قبیل ویدیوها طبق معمول وحشت و خشونت جنگ را به درستی نشان نمی دهند. ولی این ویدیو چرا؟ تصاویری دلخراش که به گفته ارمنستان نشان می دهد تعدادی از سربازان آذربایجان را کشته است. و این اولین خونهایی نیست که دو طرف بر زمین ریختند. بر سر خاکی به مساحت 4400 کیلومتر مربع به نام قره‌باغ یا به قول ارامنه آرتساخ. قره‌باغ به گوش اکثر مردم جهان منطقه دورافتاده و ناآشناست، اما برای همسایگان آذربایجان و ارمنستان و مردم این دو کشور حکایت تلخی دارد. اکثر ساکنان منطقه کوهستانی قره‌باغ ارمنی هستند، ولی شوروی زمانی که بر تمام این مناطق کنترل داشت، آن را یک منطقه خودمختار داخل جمهوری آذربایجان اعلام کرد. وقتی شوروی تجزیه شد، ارمنی‌های قره‌باغ کوشیدند به ارمنستان ملحق شوند. جنگ خونین بین دو طرف در گرفت. ارمنستان در این جنگ برنده شد و نه تنها این منطقه را به زیر حوزه نفوذ خود برد، بلکه 10% از نواحی اطراف را که متعلق به آذربایجان بود هم به اشغال خود درآورد. هزینه انسانی این جنگ 30 ساله تاکنون به 30,000 کشته و 1,000,000 آواره رسیده. برای بقیه دنیا اهمیت این منطقه به خاطر یک لوله نفت و یک لوله گاز است که از نزدیکی قره‌باغ سوخت فسیلی دریای خزر را به اروپا می‌رساند و شاید با بالا گرفتن درگیری‌ها امنیت انرژی اروپا را تهدید کند. در حالی که نگرانی از یک جنگ تمام عیار بالا گرفته، ترکیه حمایت کامل خود را از آذربایجان اعلام کرد.
روسیه که در ارمنستان پایگاه نظامی دارد، مانند ایران و آمریکا خواستار آتش بس و صلح شده. اما حالا که ارمنستان و آذربایجان شمشیرهای خود را برای هم تیز می کنند، سوالی که همه می پرسند این است: آیا قرار است این جنگ یک بار و برای همیشه تکلیف قره‌باغ را یکسره کند؟ یا اینکه یک خون و خونریزی دیگر در پی چندمین نوبت درگیری و آتش بس خواهد بود؟ سوالی که پاسخش در میان سر و صدای قرش توپ و تانک ها نامعلوم است. سیاوش اردلان، بی بی سی. افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در آذربایجان و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل روسیه و منطقه، از تهران با ماست. آقای سلیمانی، تا اونجایی که شما در جریان هستید، کدوم یک از این دو کشور، ارمنستان یا آذربایجان، زیر فشار بیشتری هستند برای شروع این جنگ؟ چون ما هنوز نمیدونیم که کی این جنگ رو شروع کرده و چرا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، این قصه 30 ساله به هر حال در سنوات گذشته به صورت مقطعی هم چند بار از این اتفاق افتاده، من تا ریز بوده. در آوریل 2016 یه ذره درشت‌تر شد این درگیری ها بعد از اون آتش بس سال 94 که با مساعدت گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت اروپا انجام شد. اخیراً هم 2 ماه پیش حدوداً این اتفاق افتاد در منطقه در واقع طاووس آذربایجان، که گفته شد که به هر حال ارمنی ها این کارو کرده بودن. الان هم خب دو طرف همدیگر رو متهم میکنن به اینکه این اتفاق از اون طرف شروع شده، یعنی خیلی دقیق نیست. اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه در ارمنستان اوضاع داخلی این کشور با توجه به بحث های اقتصادی و اختلافات سیاسی که در داخل ارمنستان هست، آقای پاشینیان نتونسته بعد از این انقلاب مخملی که انجام داده و دولت و مجلس رو در اختیار گرفته به اون مسائل پاسخگو باشه، و یه مقدارم متهمه به این هستش که در رابطه با قره‌باغ کوتاهی داره میکنه. چون آقای پاشینیان برخلاف رؤسای جمهور قبلی، آقای سرکسیان و آقای در واقع رئیس جمهور دیگه‌ای که از هر دو از قره‌باغ بودن، اینها ایشون نه قره‌باغی هست نه اینکه یه شخصیت روسوفیلی داره. بنابراین این اتهام به او وارد شده و ایشون به نظر میرسه که دنبال این هستش که خودش رو از این اتهامات بیرون بکشه و یه مقدار هم افکار عمومی رو منحرف بکنه که به هر حال جنگ هست و فلان و اینها، که بتونه پاسخگو باشه برای مردم. از طرف دیگه خب آذربایجان هم البته بعد از اون حادثه اخیر 2 ماه پیش طاووس که ارمنی‌ها حمله کردن، از طرف افکار عمومی دولت آذربایجان هم تحت فشار بود و مردم اعتراضاتی کردن و خواستن به جبهه‌ها بروند و از این صحبت ها، و خواهان این بودن که جدیتر با این قضیه برخورد بشه، و خب این هم هست. و لذا از اونجایی که آذربایجان به هر حال خودش از نظر نظامی قوی تر هست از ارمنستان و تجهیزاتش رو بیشتر کرده، امکاناتش رو بیشتر کرده و بودجه نظامیش رو افزایش داده، در یک موقعیت برتری قرار داره. اما فقط این مسئله رو حل نمیکنه، به خاطر اینکه روسیه پشت سر ارمنستان هست و اساسا این مناقشه با کمک روس‌ها در واقع در اونجا درست شده، به خاطر اینکه روس‌ها قفقاز جنوبی رو حیات خلوت خودشون میدونن و کشورهای پیرامون خودشون رو در همه جای کشورهای CIS تحت نظارت دارن و برای هر کدوم یه بحران ایجاد میکنن که اونها مبادا به سمت ناتو و اتحادیه اروپا برن، من جمله بحث آذربایجان، حتی گرجستان. در گرجستان هم این حوادث مشابه رخ داده، در اوکراین هم رخ داده، در مولداوی هم رخ داده. بنابراین من فکر میکنم که این قضیه به این شکل به نتیجه نخواهد رسید در این مقطع. آقای سلیمانی، شما تهران هستید، دیدیم که وزیر خارجه ایران و ایران اساساً از دو طرف خواستن که این جنگ رو متوقف کنن، پیشنهاد میانجیگری کردن. میخواستم ببینم که ایران چقدر نفوذ داره، چقدر گوش شنوا هست برای آنچه که ایران ممکنه بگه یا بخواد که انجام بده در منطقه. ببینید، بحران قره‌باغ، مناقشه قره‌باغ عمدتاً از سال 94 که معاهده بیشکک امضا شده، سپرده شده به گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که 3 تا رئیس داره، رئیس رؤسای همصدر میگن، در واقع رئیسی از روسیه، امریکا و فرانسه. اینا قرار بوده دنبال کنن و میانجیگری کنن و دو طرف رو پای میز مذاکره بیارن و کمک کنن این مسئله رو حل کنن، که تا حالا متاسفانه نتونستن این کار رو بکنن. در هر مقطعی هم که این اتفاق افتاده، به هر حال یک کشورهایی اومدن گفتن خب آتش بس بشود و برگردید،
مذاکره بکنید و حل بشه و ما هم آماده ایم کمک بکنیم. اما هیچ موقع این مواضع به جایی نرسیده، به خاطر اینکه اساساً گروه مینسک وقتی این رو به عهده گرفته قرار شده کشورهای دیگه دخالت نکنن. در مقاطع اون اوایل ایران میانجیگری کرده بود، ولی بعد از اینکه گروه مینسک این مسئولیت رو به عهده گرفته، اساساً غیر از خودشون هیچ کشوری رو اجازه ندادن وارد میانجیگری برای حل این مناقشه بشه. متشکرم آقای سلیمانی. افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در آذربایجان، از تهران با ما بود. متشکرم. وکیل امیر حسین مرادی، یکی از سه جوانی که در اعتراضهای آبان 98 در ایران بازداشت شده بودند، از خودکشی پدر آقای مرادی خبر داده. پایگاه خبری امتداد گفته که دلیل خودکشی او فشارهای ناشی از حکم اعدام پسرش بوده. امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی به اتهام مشارکت در تخریب و محاربه به اعدام محکوم شده بودند و بعد از اعتراض‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، دیوان عالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده را پذیرفت و اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کرد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی سه عضو این نهاد شده که از روز شنبه در زندان اوین زندانی شدند. آنها دیماه پارسال به زندان محکوم شده بودند. بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هر کدام به 6 سال و کیوان باجن به 3 سال و 6 ماه حبس. جرم آنها تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام شده. کانون نویسندگان به ادامه بازداشت و حبس متهمان عقیدتی و سیاسی دیگر هم اعتراض کرده و گفته که شرایط کرونا این کار را مثل فرستادن در شرایط کرونا این کار مثل فرستادن آنها به قربانگاه است. ناصر زرافشان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، از تهران با ماست. آقای زرافشان، چی شده که حکومت دوباره سراغ اهل قلم رفته، اون هم در دوران کرونا؟ دستگاه قدرت هیچ وقت اهل قلم رو راحت نگذاشته بود که بتونیم بگیم دوباره سراغ اهل قلم رفته است. من نمیخوام وارد بحثای کسالت آور حقوقی بشم و اینکه بارها بار گفته ایم این عناوین کلیشه‌ای اتهامی هیچ ارتباطی واقعا با فعالیت یک نویسنده نداره. دستگاه قدرت تحمل شنیدن صدایی جز صدای خودش رو نداره و این داستانی است که متاسفانه کانون نویسندگان از روز اول تأسیسش، چه در آن سیستم و چه در این سیستم، باهاش درگیر بوده. عناوین اتهامی که به دوستان ما نسبت داده اند مشارکت در تهیه یادنامه کانون، کتاب کانون، حضور در گورستان برای بزرگداشت رفقای از دست رفتهشون بوده. من نمیدونم رفتن به گورستان برای بزرگداشت در گذشتگان چه وصف جزایی تو کدام سیستم جزایی دنیا یا ایران داره. به این دلایل و انتشار بولتن کانون، خبرنامه داخلی کانون که قانوناً هم آزاد تا یه تیراژ معینی و متعرض هیچ کسی بابتش نمیشد شد، این دو سه تا عناوین اتهامی رفقای ماست که براش به ماده 610 اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام استناد کردن مواد رو و محکومشون کردن. به هر صورت ماجرا در واقع ماجرایی است که از دید سیاسی تعقیب میشه و از نقطه نظر حقوقی هیچ نوع توجیهی این احکام و احکام مشابهش که برای آدمای حالا عضو کانون هم نباشن مشابه اینا صادر میشه، هیچ نوع توجیه حقوقی در واقع امر نداره. به همین دلیل هم بله ببخشید، بیانیه‌ای که منتشر کردی در واقع از حکومت چه میخواد؟ ما نه فقط برای دوستان خودمون، همواره گفته ایم و الان تأکید میکنیم که ضرورت توجه به این نکته حالا بیش از هر زمانی است که متعرض دگراندیشان جامعه، متعرض کسانی که جز شما فکر می کنند. این واقعیتی است که
جز دستگاه قدرت فکر میکنن یک کسانی، اما مرتکب هیچ عملی که وصف جزایی و عنوان مجرمانه داشته باشد نشده اند نشوید. و امیدوارم که یه جایی این مقدار دوراندیشی و خرد وجود داشته باشه که یه مقداری با توجه به شیوع گسترده این بیماری خطرناک که زندانها را به خصوص تبدیل کرده به قتلگاه، گوش شنوایی وجود داشته باشه و یه مقدار توی این زمینه دوراندیشی به خرج بده. آقای ظرفشان، متشکر از شما. ناصر ظرفشان، وکیل دادگستری از تهران با ما بود. متشکرم. من هم سپاسگزارم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ارمنستان ترکیه را به دخالت نظامی مستقیم در جنگ قره‌باغ متهم کرده است. اردوغان خواستار عقب نشینی کامل ارمنستان شد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی 3 عضو زندانی خود شده و گفته که زندانی کردن متهمان عقیدتی و سیاسی در زمانه کرونا فرستادن آنها به قربانگاه است. در ادامه این برنامه، سریع‌ترین راننده ویلچر برقی جهان وقتی بیماری حریف امید به زندگی نمی شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته گروه‌های تماس دولت و طالبان امروز بار دیگر نشستی برای حل اختلاف‌ها خواهند داشت. نادر نادری سخنگوی این هیئت گفته در دیدار دیروز دو طرف 4 ساعت درباره اختلاف نظرها در مورد سازوکار مذاکرات گفتگو کردند، اما هنوز نیاز به بحث بیشتر است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستان در همین مورد به اسلام آباد رفته. روین رهنوش خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد. نخستین سفر عبدالله عبدالله به پاکستان پس از انتخابش به عنوان رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان. تلاش دیگر برای دستیابی به صلح. آقای عبدالله این سفر را یک فرصت استثنایی برای تبادل نظر در مورد مذاکرات صلح دوحه و روابط کابل و اسلام آباد خوانده. امیدهایی که تا حال دولت افغانستان بارها به پاکستان بسته اما ثمره نداده. در دوحه هم پس از گذشت 2 هفته نشست و گفتگوی گروه های تماس هنوز جریان دارد. دو طرف به خواستهای خود تاکید دارند، یعنی فقه جعفری به عنوان یک گزینه در طرز العمل مذاکرات و پیشبرد مذاکرات طبق توافقنامه طالبان و آمریکا. هنوز جستجو میکنیم راه های مشترکی را که نیاز است اثر دو مسئله اساسی را که بسیار قبل از وقت اما روی میز آورده شد روی اونا بحث بکنیم. این دو موضوع اما قسمی که شما آگاه هستین موضوعات اساسی است که برای جانب ما موضوع ارزشی است، مجموعه ارزشی و از لحاظ ساختاری از هر دو لحاظ برای ما بی‌نهایت مهم است. یک روز پیش خیرالله خیرخواه یک عضو ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان گفت حقوق شیعیان زمانی مطرح می شود که بس بر سر قانون اساسی افغانستان شروع شود. اخیراً عمران خان نخست وزیر پاکستان در مقاله به واشنگتن پست گفته مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر احتمالاً زمانگیر و دشوار خواهد بود و نیازمند شکیبایی بیشتر. او در ادامه نوشته یک بنبست صلح‌آمیز در میز مذاکره بهتر از یک بنبست خونین در میدان جنگ است. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. به دنبال انتشار یادداشت مدیر مسئول روزنامه کیهان در انتقاد از آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق، بلندپایه‌ترین مقام‌های عراقی این کار را محکوم کردند. رئیس جمهوری، نخست وزیر و رؤسای مجلس و شورای عالی قضایی عراق گفتند که هر گونه اهانت به مقام مرجعیت محکوم است. نوری مالکی نخست وزیر عراق هم گفته که این مطلب کیهان توهین به همه مردم عراق است. حسن شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر ایران در کیهان
دیدار آیت الله سیستانی با نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق را دون جایگاه آقای سیستانی خوانده بود و در پی این اعتراض ها آقای شریعت مداری گفته که اعتراض آنها را میپذیرد و از آیت الله سیستانی عذرخواهی میکند. با این حال گفته که یادداشتش توهین آمیز نبوده. او گفته که از بیانیه دفتر آقای سیستانی به اشتباه این طور برداشت کرده بود که خواستار نظارت مستقیم سازمان ملل در انتخابات آینده عراق شده. حسام دستپیش تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از بروکسل در بلژیک با ماست. آقای دستپیش، مقام های ایران گفتند که صحبت های آقای شریعت مداری ربطی به دولت نداره، اما میدونیم که آقای شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای است در کیهان. واقعیت مسئله اینه، ببینید، به همون اندازه که بنده در عراق قدرت دارم، خب طبیعتا وزارت خارجه جمهوری اسلامی به همون اندازه در سیاست های کلان در عراق قدرت داره. به همین دلیله که یادداشت آقای شریعت مداری طبیعتا به مانند دیدگاه آقای خامنه‌ای در مورد عراق و آینده اون تعریف شده یا به اون عنوان به اصطلاح در نزد عراقی ها انعکاس پیدا کرده. ماهیت مسئله اینه که اون چیزی که در عراق در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی اتفاق میفته طبیعتا نشان از یک نوع بحرانه، بحرانی که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی تشدید شده، به این معنا که خب ایران طبیعتا فکر میکرد که به جامعه شیعه یک رابطه استراتژیک و دراز مدتی خواهد داشت، اما این رابطه با بحران مواجه شده و این بحران به حدی است که یادداشت کیهان به نوعی عراقی ها را متحد کرده، چه از ریاست جمهوری، چه از نخست وزیری، چه از رئیس جمهور و سایر ارگان ها، به این معنا که آیت الله سیستانی به عنوان خط قرمز مورد هجوم قرار گرفته. این به اون معناست که خب طبیعتا در سیاست عراق اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاده، به این معنا که عراقی ها امروز بیشتر از هر روز فکر میکنن که دامین یا کلونی جمهوری اسلامی هستن. خب آقای شریعت مداری عذرخواهی کرده، گفته که من اشتباه کردم، فکر کردم که سازمان ملل میخواد نظارت کنه و مستقیم دخالت کنه در انتخابات که اینجور نیست، ولی به هر حال در عراق این صحبت های آقای سیستانی رو نشانه ناخشنودی حکومت ایران میدونن، نه؟ خب طبیعتا ببینید آقای شریعت مداری، خب درسته که مدیر مسئول کیهانه، اما به نوعی بیانگر یا تریبون سیاست رسمی جمهوری اسلامی به معنای هسته سخت قدرت در اونجاست، به معنای اون نیرویی که اساسا در عراق تأثیر گذارن یا سیاست جمهوری اسلامی در قبال عراق را در کنترل دارن. به این معناست که موقعی که در تریبون هسته سخت قدرت در ایران موضوعی در عراق در رابطه با عراق مطرح میشه، معناش اون خواهد بود که این سیاست کلان جمهوری اسلامی است و خب این نتیجه شده این که آقای سیستانی خب در میان طبقات متفاوت عراق، چه از طبقه متوسط، چه نخبگان مستقر در قدرت و طبقه پایین در عراق، از یک نوع مشروعیت خاصی برخورداره و این نوع مشروعیت طبیعتا از اون نوع تعریفی نشأت میگیره که آقای سیستانی در مقابل تعریف از ولایت فقیه داره. و در حالی که در کیهان این مسئله مطرح میشه، این بون معناست که اون چیزی که ایرانی ها میخوان، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، طبیعتا سیاستی یا نوع رویکردی است که میخوان بر عراقی ها تحمیل کنن. به همین دلیل که عذرخواهی آقای شریعت مداری به نظر بنده عذر بدتر از گناه، به این معنا که خب عراقی ها رو بیشتر متحد میکنه در مقابل اون اتفاقاتی که در عراق در حال وقوع، به این معنا که توانایی مدیریت این جمهوری اسلامی در این حوزه کاملا ضعیف شده. آقای دستپیش خیلی ممنون از شما. حسام دستپیش تحلیلگر از بلژیک با ما، متشکرم. 7 سال پیش جیسون لیوریج به بیماری نورون حرکتی مبتلا شد، اما از اون زمان به هدفهای بزرگی دست یافته. از بالا رفتن از بلندترین کوه و از تا پایین آمدن با طناب از یک پل 55 متری در انگلستان. اما این هفته او یک رکورد جهانی هم ثبت کرده به عنوان سریع‌ترین راننده ویلچر برقی.
گزارش گرام ساچل رو میبینیم. فرودگاه الوینگتون، یورکشایر. جیسون لورسیج برای شکستن یک رکورد جهانی آماده می شود. رکورد سریع ترین رانندگی ویلچر الکتریکی. خیلی برای جیسون هیجان زدم. یه خورده دلهوره دارم اما مطمئنم از پسش برمیاد. جیسون مبتلا به بیماری نورون حرکتی یا MND است. دیگر نمی تواند راه برود و حرف بزند. تنها دست چپش اونقدر توان دارد که با این اهرام مخصوص ویلچرش را حرکت دهد. اول یک دور آزمایشی. رکورد جهانی فعلی حدود 100 کیلومتر در ساعت است. سرعت جیسون اینجا کمی بیشتر از 80 کیلومتر است. چیزی نمیتونه مانعش بشه. اگه بهش بگن انجام دادن کاری برای کسی در شرایط جیسون غیر ممکنه، اون یه راهی براش پیدا میکنه. ما چند سال است که فعالیت‌های جیسون را دنبال میکنیم. از وقتی برای اولین بار صدایش را از دهان یک ربات شنید. تا آویزان شدن از یکی از بلندترین پل‌های جهان، تا بالا رفتن از بلندترین کوه ولز، همه با هدف به جا گذاشتن خاطراتی برای دو دخترش و همینطور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خیریه‌ها. ما هنوز امیدواریم که یه روزی درمانی برای این بیماری پیدا بشه. جیسون پول زیادی برای خیریه ها جمع کرده و هدف فعلیش هم کمک به انجمن بیماری نورون حرکتیه. معلومه که این هدف خیلی برای جیسون مهمه. نظر شما در موردش چیه؟ ما همه خیلی به جیسون افتخار میکنیم. داشتن بیماری لاعلاج به معنی پایان زندگی نیست. هنوز هم میتونید دنبال رسیدن به هدفاتون باشین. در فرودگاه آخرین بررسی ها انجام شده و جیسون آماده ی حرکت است. وقتی گفتن سرعتش نزدیک 100 کیلومتر شده خیلی خوشحال شدیم. بالا پایین میپریدیم و جیغ میکشیدیم. سرعت جیسون در نهایت به 108 کیلومتر در ساعت رسید. یک رکورد جهانی جدید. این کارو به خاطر دخترام لیلی و پاپی انجام دادم. میخواستم علاوه بر لحظات شاد دیگه‌ای که در کنار هم ساختیم، یه مدرکی از دستاوردام به جا بذارم. تبریک میگم. سریع‌ترین راننده ویلچر. حالا جیسون دارنده یک رکورد جهانی است و قصد دارد در ماه‌های آینده دستاوردهای جدیدی را رقم بزند. گرام ساتشل، BBC نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.